سرخط خبرها و پسگیری 8 ولسوالی خوست فرنگ. میلیبس های شهری دوباره فعال گردید و در اخیر نماینده کنگره امریکا ماموریت ما برای نجات جان و مردم افغانستان به پایان نرسیده است. خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال وان سمارت. برای آگویی از اخبار روز کانال ما را سابسکرایب نمایید. به نقل از خبرگزاری افق، میلیبس های شهری در کابل دوباره فعال شد. شرکت میلیبس دولتی از فعالیت مجدد بس های شهری این شرکت در شهر کابل خبر داد. خبرگزاری دولتی باختر به نقل از مولوی محمد ایوب رئیس شرکت دولتی میلیبس گزارش داده است که 100 اراده میلیبس در 3 مسیر فعالیت خود را در شهر کابل آغاز کرده است. او از رانندگان خواسته است که در حفظ و نگهداری وسایل نقلیه یعنی بیت المال توجه کنند. در همین حال حمید گل حمیدی معاون فنی و بهره برداری شرکت دولتی میلیبس گفته است این شرکت بنا به دلایل تکنیکی از فعالیت باز مانده بود. با گفته او در حال حاضر فعالیت شرکت دولتی میلیبس در شهر کابل و ولایت های فرا، هرات، بلخ، ننگرهار و پکتیا دوباره آغاز گردیده است. او یادآور شد که فعالیت وسایل این شرکت در مسیرهای خیرخانه، کارت نو و شهرک خراسان قلعه زمان خان شهر کابل از 6 صبح تا 6 شام امروزه جریان دارد. با گفته معاون شرکت دولتی میلیبس، شرکت دولتی میلیبس 1049 اراده واسطه مختلف در مرکز و ولایت ها دارد که 626 اراده آن در حوزه های شهر کابل و 423 آن در ولایات می باشد. او افزوده است اکثر این وسایل غیر فعال شده است که در این آخر بعضی از پرزاجات آنها از خارج کشور وارد و کار ترمیم آن دوباره آغاز شده است. او همچنان از طالبان خواست که در بخش های ترمیم وسایل غیر فعال شرکت دولتی میلیبس همکاری کند. در حالی است که به نقل از صفحه فیسبوک رسمی جبهه مقاومت ملی می نگارد 8 قریه از وجود طالبان دقایق پیش با از دست دادن 2 مقاومتگر و کشته شدن 15 طالب به دست نیروهای جبهه مقاومت خوست فرنگ به فرماندهی بریالای خوستی امروز ساعت 2 بعد از ظهر نیروهای کمکی از پنشیر و اندراب می رسد. تعدادشان دیروز رسیده بودند. با گذشت هر لحظه شدت می یابد. نقل از صفحه رسمی فیسبوک جبهه مقاومت ملی. و در اخیر به نقل از اطلاعات روز، نماینده کنگره امریکا ماموریت ما برای نجات جان و مردم افغانستان به پایان نرسیده است. رئیس جمهور بایدن بار دیگر گفت که به خاطر عواقب خروج نیروهای امریکایی به مردم افغانستان عذرخواهی بدهکار نیست. بسیاری از امریکایی ها و متحدان ما عمیقا میخواهند که غیر از این باشد. دولت بایدن نیروهای امریکایی را بدون استراتژی برای تضمین ثبات در منطقه از افغانستان خارج کرد. در نتیجه 13 سرباز امریکایی جان خود را از دست دادند و بسیاری دیگر زخمی شدند. امریکایی ها هنوز در دام طالبان هستند. شرکای افغان که در کنار سربازان امریکایی علیه تروریسم جنگیدند تحت تعقیب قرار می گیرند و زنان و خانواده های افغان از جان خود بیم دارند. هرج و مرجی که به وجود آمد قابل پیش بینی و قابل پیشگیری بود. رئیس جمهور بایدن به کرات وعده داد که هیچ کس را پشت سر رها نمی کند. در عوض آنها در جنگ طالبان یک سازمان که خود را دولت می خواند گرفتار مانده است. ما و همکاران کمیته روابط خارجی هم ماها بر دولت فشار آوردیم تا امریکایی ها و افغان های آسیب پذیر را تخلیه کند، اما دولت تصمیم گرفت که توصیه های آژانس های اطلاعاتی را نادیده بگیرد و متحدان خود خیانت کند، اقدام جدی را تا سقوط کابل و تعویق بیندازد، ما در بحرانی که امروز با آن مواجه هستیم رها کند. کهن سربازان، سازمان های غیر دولتی، دفاتر کنگره و شهروندان عادی در شرایطی که وزارت امور خارجه آمادگی نداشت تا امریکایی ها و متحدان خود را از طریق تخلیه حفاظت، مسکن و
سایر کمک ها در به افزایش تهدیدات طالبان و داعش شاخه خراسان به امنیت برساند دست به کار شده اند. با وجود آن که من معتقدم برخی از مقامات وزارت امور خارجه با جدیت در تلاش برای نجات جان مردم افغانستان هستند، اما این وظیفه بسیار سنگین تر از حد توان آنهاست. چنان که وزیر بلینکن به من گفت، در اواسط سپتامبر هفته ها پس از سقوط کابل تلاش میکرد سیستم راه اندازی کند. دفتر من یکی از دفاتر بسیاری است که با گروه خارجی برای تخلیه مردم از افغانستان کار کرده و هنوزم در تلاش است تا مردم را به مکان امن برسانند. وجود موانع اداری و تشریفات اداری بر سر راه گروه های خصوصی که به شکل خستگی ناپذیر برای نجات جان افراد در افغانستان کار میکنند قابل قبول نیست. موانعی که آنها را از چارتر کردن پروازهای خارج از کشور و دریافت کمک مالی از دولت فدرال باز می‌دارد. همچنین هیچ نظارتی بر مدیریت گروه تخلیه خصوصی از افغانستان توسط وزارت امور خارجه وجود ندارد، از جمله اینکه با چه گروه‌های همکاری می‌کند، معیارهایی که این انتخاب چیست، چه مقدار پول مالیات دهنده هزینه می‌شود و اینکه آیا هر یک از این پول‌ها به دست طالبان می‌رسد یا خیر. شهروندان آمریکایی و هزاران افغانهایی که در کنار سربازان آمریکایی در افغانستان جنگیدند همچنان سرگردان هستند. ایالات متحده تا به امروز یک افغان مجاهد شرایط را تحت برنامه ویزای پناهندگی P2 که قبل از سقوط کابل ایجاد شده بود تخلیه نکرده است. وضعیت افغانها برای هموطنان آمریکایی ما و افغانهایی که جان خود را برای مبارزه بود تروریسم به خطر انداختند هر روز که میگذرد تحت حاکمیت طالبان بیشتر به خطر میافتد. مردم آمریکا شایسته شفافیت هستند و همین دلیل است که من لایحه نجات افراد واجد شرایط SIV و شهروندان در معترض خطر و تخلیه فوری به مکان امن نجات را معرفی کردم تا گنگره بتواند بر مدیریت وزارت امور خارجه بر عملیات تخلیه خصوصی نظارت کند و از صرف مسئولانه پول مالیات دهندگان اطمینان حاصل شود. موانی بروکراتیکی که گروه های خصوصی در دریافت کمک از دولت ماخ روبرو هستند کاهش یابد. حرف امریکا در میان است. به خاطر امنیت ملی، اعتبار بین المللی و وظیفه در قبال هموطنان امریکایی ما باید افراد در خطر را به مکان امن برسانیم. من از کنگره می خواهم که سریعا برای تصویب این لایحه اقدام کند و مجددا بر قدرت نظارتی ما مهر تأیید بزند تا تخلیه افغانستان تا حد امکان به شکل مؤثر انجام شود. یان کیم نماینده حوزه 39 کنگره امریکا است. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. برای آگاهی از اخبار جدید روز کانال ما را سابسکرایب نمایید.